آمد بهار جانها ای شاخه تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. سال نو مبارک. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان خوب مجله اجتماعی اقتصادی. بسیار خرسندم که نخستین برنامه سال 1400 رو تقدیم حضورتون میکنم. بله، پس از یک سال پرنشیب و فراز، اکنون ما در نخستین گام های بهار به منظره پیش رو می نگریم. سالی که همه مردم ایران با امید فرارسیدن بهار آزادی میهن به اون می نگرند. در سالی که گذشت، مردم ایران قهرمانانی همچون مصطفی صالحی و نوید افکاری رو به چشم دیدند که سر به پای آزادی نهادند. سالی که پایان اون با قیام مردم قهرمان بلوچستان و حمایت سراسری از بپا خواستن سراوان بود. با امید به اینکه سال 1400 سال تحقق آرزوهای مردم ایران باشه، نخستین برنامه امسال رو به شما تقدیم می‌کنیم. سال 1399 سال دزدی و چپاول حکومتی بود. سالی که حکومت آخوندی با طرح و برنامه مشخص مردم ایران رو در دهان اژدهای کرونا رها کرد. روز 25 اسفند روزنامه حکومتی جهان صنعت در مقاله‌ای با تیتر آیا سیاستمداران به تداوم کرونا علاقمندند؟ به سوء استفاده آخوندهای حاکم از شرایط کرونا در جامعه برای استمرار حکومت اعتراف کرده و نوشته دولت‌ها تلاش می‌کنند از این فرصت فوق‌العاده‌ای که برایشان فراهم شده به بهترین شکل استفاده کنند تا با وضع سیاست‌ها نظم جدیدی در جوامعشون بچینند یا به بهانه انتشار کرونا سیاست‌های سفت و سخت‌تری در پیش بگیرند. همکارانم گزارش کوتاهی آماده کردن از وضعیت معیشتی مردم در سال 1399 و بلایی که این حاکمان دوز و چپاولگر بر سر تولید کنندگان و مصرف کننده آوردن. این گزارش رو با هم ببینیم، بعد گفتگویی خواهیم داشت با محسن بوداغی و به مسیری که معیشت مردم در سال 99 طی کردن خواهیم پرداخت و همچنین چشم‌اندازهای پیش رو. در بهار 1399 خط فقر به طور رسمی 3,500,000 تومان اعلام شد و البته کارشناسان حکومتی خط فقر را 7,000,000 تومان اعلام کردند. در این حال حقوق پایه 1,900,000 تومان. اما در گذر 12 ماه حقوقها ثابت ماندند و خط فقر هم از 10,000,000 تومان عبور کرد و مردم در برابر سیر شتابان گرانی به زانو درآمدند. این گونه در پایان سال آهی در بساط نبود تا مردم برنامه‌ای برای خرید عید داشته باشند. خامنه‌ای با وقاحت در پیام نوروزی خودش مدعی شد این جهش تولید تا اندازه‌ای تحقق پیدا کرده و سال 1400 را با شعار تولید پشتیبانی‌ها مانع زدایی‌ها نامگذاری کرد. خب شعار سال 99 شعار جهش تولید بود. من اگر بخواهم بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و دولتی و دستگاه‌های مختلف و جهات مختلف که از همه جهت به ما گزارش میرسه، اگر بخوام بر اساس این گزارش‌ها یک ارزیابی بکنم، باید بگم این شعار تا حد قابل قبولی تحقق پیدا کرد. اما در برابر این ادعای وقیحانه واقعیت‌های تلخ نابودی تولید قرار دارد. نابودی‌هایی که مسبب اصلی آن همین حکومت آخوندی است. ساعت من سیب دارم الان مونده، یه ماشین هم نفروخت. 1000 تن تو این انبار مونده، 4500 تن تو انبار دیگه مونده. 16 متر طولی انبار. او بغلیش هم جفت همیه. اینا تا تاق موندن سیب. الان هر کجا تو منطقه فریدن مراجعه کنید، همه سیب دارن. سیب زمینی ها داری کجا می‌برید؟ تخته زباله. یه ریال کشاورز استفاده نکرد. با این سیبا چیکار کنم آخه؟ کی جواب میده؟ گسرنج زحمت یک سال ما بیده اینجا. این همه دم از تولید کننده میزنم برای چی؟ فقط تنها کسی که نابود داره میشه تولید کننده، اونم تولید کننده کشاورز. من یه گاو دارم تو منطقه فشاپویه.
این انبار من ملاحظه کنید توی این 24 5 سالی که من گاوکار هستم تا حالا نشده انبارم جمع صفر بشه و ذرتم 10 روز 15 روز من جمع تموم شده ذرتم تموم شده الان هم که اینجا رو میبینید یه اندازه یه تون جمع مونده الان با صرف 2 روز 3 روز دیگه من گاوام خوراک ندارم بخورم شماها که اینقدر دم از تولید میدنید تولید میدنید جهش تولید والا بلا جهش در طرف نابودی تولیده نه جهش تولید من 500 میلیون از این جا شیر برداشتم درست کردم دادم به کارخونه به کارخونه الان که شما میبینید اینو شیر کردم دادم کارخونه 3 ماه پول شیر منو ندادن یه تون جو دیگه دارم دو روز دیگه من دیگه نمیدونم چه خاکی باید تو سرم بریزم 200 میلیونم پول دادم برای ذرت و جو 3 ماه دادم هنوز یه دونش هم نیومده در حکومت آخوندی و سال جهش تولید خامنه ای نه تنها تولیدگران حمایت نشدند بلکه هدف چپاول دستگاه حاکم و واسطه های وابسته به حکومت هستند اما سوی دیگر این ماجرا مصرف کننده یعنی مردم ایران هستند با نگاهی ساده به تفاوت قیمت کالاها از فروردین تا اسفند 99 این واقعیت روشن می شود که آنچه در سال 99 جهش کرده قیمت ها هستند و نه تولید برای نمونه مرغ در بهار 99 کیلویی 12000 تومان بود و در اسفند به کیلویی 33000 تومان رسید روغن 900 گرمی که 8500 تومان بود به 12000 تومان رسید البته با صفهای طولانی و ساعتها انتظار و دست خالی به خانه برگشتن در واقع قیمت واقعی روغن از مرز 20000 تومان هم گذشت هر عدد تخم مرغ از 1000 تومان به 1500 تومان افزایش قیمت داشته با نگاهی به لیست سرسام‌آور قیمت‌ها در اسفند 99 میتوان دید که این وضعیت عام است و برای همه کالاها این اتفاق افتاده است. این تصویر حرکت حقوق پایه و خط فقر در 12 ماه سال 1399 را نشان می‌دهد. زاویه خط فقر با حقوق هر روز بیشتر شده و خط فقر تا چند برابر حقوق پایه کارگران افزایش یافته است. در چنین شرایطی که کارگران و کارمندان جز هر روز بیشتر در حال سقوط به زیر خط فقر بودند، دیگر توانی برای تأمین مخارج عید باقی نمانده بود. قیمت سرسام‌آور آجیل و تنقلات در روزهای پایانی سال، شادی عید را برای 8 دهک از مردم ایران از بین برد و غم نداری را بر روزهای عید مردم مستولی کرد. چنین شرایط طاقت فرسایی است که اعتراضهای اقشار مختلف مردم را شکل داد. در سال 1399 بیش از 4000 اعتصاب، اعتراض و تحصن توسط اقشار مختلف مردم به ثبت رسیده است. بله گزارش رو دیدیم همونطور که گفتم در همین رابطه گفتگوی داریم با محسن بوداغی. با سلام و عرض تبریک عید به شما و خوش اومدیم به این برنامه. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و عید رو به شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی تبریک عرض میکنم و سالی پر از موفقیت و شادباش براشون آرزو دارم و در خدمتون هستم. بله. به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم خامنه ای هر سال یه نامگذاری برای اون سال داره. سال 99 رو سال جهش تولید نامگذاری کرده بود. این جهش تولید خامنه ای به کجا رسید؟ بله بعد برای پاسخ به این سوال خدمتون اول بگم که خامنه ای مثل بقیه حرفاش واقعا این شعارهاش یک شعارهای دجالگرانه ایه که ارزش جدی نداره و در عمل فقط راه رو برای چپاول و یغماگری مزدوران و در واقع سیستم های خودش باز میکنه. اما جهش تولید، ببینید جهش تولید محصول و نتیجه کارها و فرایندهای اقتصادیه. یعنی نمیشه دستور داد جهش تولید بعد جهش تولید رخ بده. این درست مثل حماقت همون پادشاهیه که از امواج دریا عصبانی بود بعد رفت دستور میداد که امواج عقب بنشینن ولی موج اومد و پادشاه احمق رو با خودش برد و نابود کرد. حالا حکایت خامنه ایه که دستور میده که جهش تولید انجام بشه. اما نگاهی بکنیم به جهش تولیدی که خامنه ای از ابتدای سال 99 اسم گذاری کرد.
باید پارامترهای مختلف اقتصادی رو نگاه کنیم و بررسی کنیم که این پارامترها و این موضوعات چه تغییری کرده و با بررسی این موضوعات میتونیم ببینیم که چه بلایی سر تولید اومده یا اینکه تولید در کشورمون اصلا رشد کرده، ببینیم آیا تولید جهش کرده به واقع یا اینکه نابود شده، که البته ما همه به قول معروف موضوعات و پارامترها رو قطعا فرصت نمی‌کنیم در این برنامه بررسی کنیم، ولی به چند نمونه اشاره می‌کنیم. اولین نمونه و اولین در واقع پارامتر مهم در تولید اقتصادی قطعا بیکاریه. ببینید اگر تولید رایج باشه، اگر تولید در جریان باشه و جهش تولیدی رخ داده باشه، باید نمود و اثر اون رو در بیکاری و بهبود وضع بیکاری ببینیم. بله. الان در ایران تحت حاکمیت آخوندها بیکاری بسیار فاجعه آمیزه و دست کم 10 میلیون بیکار تو ایران وجود داره و تقریبا سالی نزدیک به 1 میلیون نفر فقط فارغ التحصیل دانشگاهی به این میزان اضافه میشن. در سال 99 مرکز پژوهش‌های مجلس خود رژیم گزارش داد که آقا تا 6.5 میلیون شغل به دلیل پاندمی کرونا از بین میره یا تحت تاثیر قرار میگیره. در گزارش دیگه اینا عنوان کردن که فقط 700 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. اینها کنه 6.5 میلیون شغل آسیب میبینه، 700 هزار نفر برای بیمه بیکاری مراجعه میکنن. چرا؟ چون که اینو دوباره باز مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم میگه 60% از شاغلان کشور و فعالان در مشاغل گوناگون اصلا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و به طور طبیعی اصلا نمیتونستند در واقع متقاضی بیمه بشن. این اون در واقع اثر وحشتناکیه که بر روی بیکاری انداخته این رژیم و وضعیت اقتصادی و دزدیش. حالا نگاه کنید ببینید که از همین نمونه میشه فهمید که این جهش تولید خامنه‌ای به کجا رسیده. اینجا واقعا مردوده و نمرش بسیار بسیار منفی و حتی منفیه، یعنی باید همینو گفت. خب این وضعیت کار و بیکاری که شما میگین، ولی وضعیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی چطور بود؟ بله دقیقا، یعنی موضوع بعدی که میخواستم اشاره کنم دقیقا همین واحدهای تولیدی بوده، چون واحدهای تولیدی و بنگاه های تولیدی، کارخونه ها و به هر حال مشاغلی که تولید ایجاد میکنن، اینها به اون در اقتصاد به عنوان سلول های اقتصادی نام برده میشود که این سلول های اقتصادی نیاز به تنفس دارن، نیاز به قول معروف نوعی اکسیژن دارن، یعنی باید بازسازی بشن، بهبود پیدا کنن، مستمرن باید ارتقا پیدا کنن تا این سلول ها بتونن نقش خودشون رو در اقتصاد ایفا کنن. از در واقع باید درشون سرمایه گذاری بشه، باید تجهیز بشن، باید از تکنولوژی های نو و بروز در اینها استفاده بشه، ولی در عمل ببینیم چی شد. ببینید حتی کارخونه های قدیمی، این مال سالهای قبل تر، حتی کارخونه های قدیمی و استخونداری مثل ارج، داروگر، آزمایش، قند فریمان، پارس الکتریک، نساجی مازندران، کفش بلا و این کارخونه های بسیار قدیمی توی روند چپاولگری های این رژیم از بین رفتن و تعطیل شدن. همین سال 99 این بازم از مجلس رژیم، از 45 هزار واحد صنعتی 21% یعنی 9450 واحد به کلی تعطیل شدن. 2000 واحد تولیدی هم به تملک بانک ها در اومده، یعنی بانک ها ازشون طلب داشتن، اینا رو چیکار کردن؟ به تملک خودشون در آوردن. البته باید اینو تکرار کنم و تاکید کنم که علاوه بر تعطیلی واحدهای صنعتی، بسیاری از به قول معروف کارخانه ها و صنایع با نیمی یا کمتر از نصف ظرفیت خودشون کار میکنن. در نتیجه این هم وضعیت به قول معروف بنگاه های تولیدی، وضعیت کارخونه ها، وضعیت صنایع خرد و متوسطه. و باید بگم که اونجا که اشاره کردم که این تملک کارخونه توسط بانک ها، این بانک ها هم تماما متعلق به بنیادهای کمال خامنه ای، از سپاه پاسداران تا به قول معروف ستاد فرمان اجرایی خمینی تا انواع اقسام به قول معروف کارتل ها و تراس های اقتصادی که خامنه ای برای خودش ایجاد کرده، یعنی تمام این امکانات همه در خدمت خود حکومت، در خدمت حکومت. و البته اینکه اینا رو بالا میکشه تحت عنوان تملک و بانک ها بالا میکشه، در واقع همین خود خامنه ای و در واقع اون بخش اقتصادی وابسته به بیت خامنه ای. حالا در گزارش هم بود، ببینید دامدار گوشت فروخته، ببینید دامدار و مراجعه گوشت فروخته
صدها میلیون تومان گوشتش، پول گوشت رو بهش نمیدن. از اون طرف پول داده برای به قول معروف تغذیه دامهاش، علوفه، دونه، جو، ذرت، اینا خریده، ولی اونم تحویل نمیدن بهش. یعنی وضعیت تولید این یک نمونه است، ولی به واقع وضعیت تولید در این جامعه اینه. یعنی اون جهش تولیدی که خامنه ای مدعی شد اول سال، اینجا اومد به این روز گرفتار شده که در واقع تعطیلی صنایع یکی پس از دیگریه. که آقا الان خودشون میگن آقا اقتصاد ما به تنگی نفس افتاده و آثار کبودی از این کمبود تنفس در تعطیلی و ورشکستگی و بدهی بنگاه‌های تولیدی در اعتراضات کارگری منعکس شده. پس ببینید اگه بخوام حرفم رو جمع بزنم، این میشه وضع تولید در سال جهش تولیدی که خامنه ای اسم گذاری کرده و مدعی شده به این برسه. حالا یه موضوع این که وضعیت تورم خب قطعا یکی از مقولاتیه که در تولید تاثیر مستقیم داره. حالا ما اینم وضعیت تورم چطوره بوده؟ بله کاملا درسته، یعنی تورم در واقع باعث گرانی و ایجاد در واقع کوچکتر شدن سفره و جیب مردم میشه. این موضوع باعث میشه که کارخونه ها و تولید از اون رونق بیفتن. پس در نتیجه تورم نقش مستقیمی در کاهش و به شکست کشوندن در واقع تولید میشه. اما اجازه بدید یک نگاهی بکنیم به وضعیت تورم. ببینید وضعیت تورم چجوری بوده. سال 99 بله. اقلام با دوام مصرفی، اقلام با دوام مصرفی به قول معروف با شتاب تورمش رفته بالا و اثر مهیبی بر روی دهک‌های پایین جامعه داشته. تورم نقطه به نقطه توی بهمن 99 به 48% رسیده. معنیش یعنی چی؟ یعنی که آقا یک خونوار در بهمن 99 به نسبت بهمن 98 هزینش 1.5 برابر شده و این عدد بزرگیه. حالا ببینید میگه 48% اینجا داشته باشید. برای اینکه اینو خوب این عدد رو درک بکنید، ببینید متوسط نرخ سالانه تورم در جهان 2.4%. این یک موضوع ببینید 2.4% مقایسه کنید با 48%. حالا از اون طرف تورم بین 3 تا 10% تورم شدید محسوب میشه که به اقتصاد آسیب میزنه و تورم بالای 10% بهش میگن تورم شتابان که فقر شدید ایجاد میکنه، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی رو هم تخریب میکنه. که تورم در سال 99 دست کم به قول خودشون دست کم 50% بوده، که البته این رژیم هیچ موقع آمار درستی نمیده و همواره با دجالگری آمارهای مختلف میده. به عنوان نمونه نگاه کنید، بانک مرکزی در پایان سال 98 تورم رو 41% اعلام کرده، در اوایل اردیبهشت 99 به 15% کاهش داده. یعنی ببینید چه اتفاقی افتاده که تورم 41% به 15% برسه. البته دلیلش واضح بود که خودشون گفتن، به خاطر این بوده که مردم رو به سمت سرمایه ناچیز، مردم به سمت بورس بکشن و اونجا بالا بکشن. که این موضوعی به قول معروف خارج از بحث ماست. یه نکته دیگه سر تورم اگه خدمتتون عرض کنم، ببینید ایران تحت حاکمیت آخوندی کشور چهارم پرتورم در جهانه بعد از ونزوئلا، آرژانتین و زیمبابوه. اینم گزارش پژوهش‌های مجلس رژیم میگه. حالا به این تورم شما شوک قیمتی رو که تو این سالها بوده و واقعا مردم رو کمرشکن کرده رو اضافه کنید. از قیمت مرغ و تخم مرغ تا میوه و مواد غذایی که کار به جای رسیده که واقعا مردم نون نسیه میخرن و نسیه میبرن. بله. طبقه متوسط واقعا از بین رفته و تماما فقیر شدن. از اون طرف حجم نقدینگی به 3,300 میلیارد تومان رسیده. که در واقع شما اگر با 42 سال پیش مقایسه کنید که اون موقع حجم نقدینگی 258 میلیارد تومان بوده، الان 12790 برابر شده این نقدینگی. این نقدینگی همونه که تورم زاست، همونه که مردم رو بیچاره میکنه و زندگی مردم رو واقعا تباه و سیاه کرده. خب چرا این میزان نقدینگی ایجاد شده؟ مشکل چی بوده؟ بخش عمده‌ای از نقدینگی ایجاد شده، بخش عمدهش البته
کسری بودجه بوده که دولت‌های این رژیم یکی پس از دیگری به قول معروف با این کسری بودجه مواجه بودن، یعنی به جای اینکه اون بتونن با ایجاد ثروت اون بودجه پیش بینی شده رو تامین بکنن نتونستن این کارو بکنن و دست به دامن بانک مرکزی شدن و اصطلاحاً پول چاپ کردن و به این شکل تونه مثلا تلاش کردن که مشکل و مسئله خودشون رو حل بکنن که شیوه‌های مختلفی داشته، ولی به قول معروف رایج ترین کاری که این رژیم انجام داده چاپ پول بوده بدون پشتوانه. بدون پشتوانه دقیقاً. خب این پولا دست چه کسانی؟ آیا این نقدینگی پولا دست مردم نیست؟ چرا؟ بخش از این پولا قطعاً که دست مردمه، اما واقعاً سهم مردم به این پایینه. نگاه کنید، نوعی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش مجلس رژیم چند سال پیش گفت که البته این آمارایی که داده خیلی به قول معروف در درصد تغییر نکرده، حجم زیاد شده ولی در درصد تغییر نکرده. ببینید این کارشناس رژیم میگه 90 درصد نقدینگی کشور توی سپردهای بانکیه. اون موقع که اینو گفته 1650 میلیارد تومان بوده به قول معروف نقدینگی. میگه آقا 1508 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی یعنی توی بانک هاست که 90 درصد این 1508 هزار میلیارد تومان دست 2% سپرده گذارانه. یعنی اگه به زبان ریاضی حساب بکنیم یعنی 90 درصد کل، یعنی 90 درصد کل داریم، بعد این 90 درصد از این داریم دارم. که میشه 81 درصد نقدینگی کشور دست 2% از سپرده گذاران بانکیه و نه حتی 2% جمعیت ایران. 2% سپرده گذاران بانکی قطعا این 2% همون سران رژیم، آقازاده و مهرهای رژیم هن. یعنی این پول قطعا مال مردم نیست. حالا این رو رسانه‌های رژیم هم خوب ترسیم کردن که گفتن آقا شکاف وسیع طبقات بین فقیر و غنی، افزایش در واقع نقدینگی، تورم، رشد منفی پیاپی ناخالص تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بیکاری که دو رقمیه، کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید تمامی جامعه و آحاد جامعه و گسترش فساد اقتصادی تا این میزان اسفبار نبوده. این در واقع آینه تمام نمایی از جهش تولیدی که خامنه ای داره در واقع به قول معروف ارائه میده. اما اگه باید تاکید کنم و باید تکرار کنم که خامنه ای با تمام جنایتی که به قول معروف و غارتگری هایی که انجام داده، اما مردم هرگز در مقابل اون کوتاه نیامدن. بله. از هر فرصتی برای قیام و خیزش علیه این رژیم استفاده کردن. در همین روزهای پایانی سال که شما هم در صحبت اولیتون گفتید، ببینید قیام سراوان که بسیاری از شهرهای سیستان و بلوچستان سرایت کرد و برق از چشمان خامنه‌ای پروند، یا خیزش مردم کوهستان هرمزگان، یا تجمع و اعتراض معلمان، غارت شدگان بورس، بازنشستگان، پرستاران، همه و همه نشان از جامعه جوشان و انقلابی داره که تا سرنگونی این رژیم لحظه خاموش نخواهد شد. بله، با تشکر از توضیحات کاملی که دادین و گفتگویی که با هم داشتیم. البته من سوالات دیگه داشتم ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه، وقتی که برای ما گذاشتین. منم از شما تشکر دارم. بله، به پایان نخستین شماره مجله اجتماعی اقتصادی در سال 1400 رسیدیم. با امید به اینکه سالی سرشار از موفقیت‌ها پیش رو داشته باشید، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدار همه شما.